بله، مهمون بعدی ما جناب آقای دکتر عبدالرحمن شکور هستند، متخلص به هوراز، شاعر، محقق، منتقد حوزه فرهنگ و ادب و کارشناس ارزیاب برنامه‌های رادیو و تلویزیون. مدرک دکتراشون رو در زبان و ادبیات فارسی به دست آوردن. مدرس زبان کردی هستند، چند کتاب و ده‌ها مقاله علمی پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی چاپ و ارائه کردند و چند اثر دیگر هم آماده چاپ دارند. در حال حاضر در کردستان ایران و در شهر زیبای مهاباد ساکن هستند. جناب آقای دکتر شکور، خیلی خوش آمدید. خواهش می‌کنم بفرمایید. آقای شکور، میکروفون رو روشن نکرده بودم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، اساتید گرانقدر، خانم آرزو کریمی و مخاطبان معزز این برنامه. سخن گفتن از فردوسی بزرگ در حضور روح زنده این استاد سخن و در حضور اساتید برای بنده بسی سخت و دشوار است، ولی قدر مسلم در تاریخ کهن ایران هیچ کس به اندازه حکیم طوس به زبان و فرهنگ ایران خدمت نکرده است. رسالتی که فردوسی با خلق شاهنامه سعی در رسیدن به آن بود. در واقع فردوسی رو من این گونه می‌بینم که باید از این جهت مورد ستایش قرار داد که یک تنه تمام سختی‌ها را به جان خریده. در زمانی که فرهنگ غیر ایرانی غالب بود، فرهنگ ایرانی را در آغوش گرفت و پرورش داد. عرضم به حضورتون همین علاقه وافر فردوسی به گذشته ایران و به فرهنگ و زبان ایران زمین او را به این فکر واداشت تا شاهنامه را به نظم درآورد، به سرایت. به باور بنده زبان جزوی از فرهنگ محسوب می شود و وقتی فردی چون فردوسی با خلق شاهنامه فرهنگی را از رفتن به ورطه نابودی نجات می‌دهد، در واقع زبان آن فرهنگ را نجات می‌دهد و خود آن فرهنگ را نجات می‌دهد. فردوسی با تلاش سخت و خستگی ناپذیر خود در راه خلق این حماسه عظیم، زبان فارسی را که کودکی خود را در بالین رودکی گذراند، در زمان حیات شاعر به علت تسلط زبان عربی رو به انزوا می رفت، بار دیگرشون این زبان و این فرهنگ را زنده کرد، زبانی که نشانه فرهنگ ایرانی است. تأثیری که فردوسی در رساندن پیام خود و حفظ فرهنگ و هویت ایرانی داشته می توان با استفاده از تفسیر، ترجمه و الگوهایی که از این شاهکار حماسی جهانی صورت گرفته به آسانی تشخیص داد، که جناب استاد آریان‌فر به زیبایی اشاره کردن که شاید بتوان و به قدر یقین میتوان این اثر ارزشمند را بزرگترین اثر حماسی در سطح جهان دانست و تلقی کرد. عرضم به حضورتون مردم کرد زبان از دیرباز به شاهنامه حکیم فردوسی توجه و علاقه داشتند و این هم سبب شده که شاعران این خطه هم سروده های حماسی به تقلید از شاهنامه و به سیاق از فردوسی و زبان فردوسی و سبک فردوسی داشته باشند. منظومه هایی که به نام شاهنامه کردی به گویش گورانی در دست از بیشتر، عرضم به حضورتون اقتباسی کامل و مستقیم از شاهنامه فردوسی نیست، اما از نظر قالب شعری، داستان ها و شخصیت ها و البته روح حماسی و دلاوری با شاهنامه فردوسی اشتراکات زیادی دارند. بررسی ها نشان میده که داستان های روایت شده در منظومه های کردی با داستان های نقل شده در مجالس نقالی و محتوای تومار نقالان تقریبا همخوانی های زیادی دارد. شاهنامه سرای در ادبیات کردی از موارد ارزشمند میراث فرهنگی و حماسی فرهنگ و تمدن ایرانی به شمار می رود، زیرا حاصل این میراث مشترک هم برای ادبیات فارسی و هم برای ادبیات کردی پربار بوده تا امروز. شاهنامه های کردی مانند دیگر اشعار حماسی کردی در قالب مثنوی سروده شدند و اشعار آنها دارای وزن های هجایی است
هر مصرع از دو بخش تشکیل شده، از دو بخش پنج هجایی و مجموعا دارای 10 هجا است. این وزن هجایی را می توان در تمام مثنوی های هورامی و برخی آثار سورانی که آثار حماسی هستند مشاهده کرد. خب منظومه های سروده شده توسط شاعرانی چون مصطفی گورانی، الماس خان کندولهی و میرزا شفیع کرندیز و شاعر یکی از منظومه ها ناشناخته است تا به امروز. از میان این شاعران من میتونم بگم که الماس خان شهرت بیشتری در شاعری به زبان کردی دارد. خورشید و خاور، شیرین و فرهاد، هفت لشکر، نادرنامه، رستم و سهراب، کنیزک و یازده رزم، بیژن و منیژه، شمال و زلان از جمله منظومه های حماسی و غنایی ایشان به زبان کردی است. داستان هایی که به شاهنامه کردی منسوبند بیشتر شامل اینهایی هستند که من خدمتون عرض میکنم: رفتن رستم به مازندران و کشتن دیو سپید، داستان رستم و زردهنگ، داستان اشکبوس، داستان کاموس کشانی، رستم و برزو، خب جدال فرامرز و برزو و انتقام خواهی جهانبخش، به جنگ رفتن نوه های زال و نجات یافتن جهاندار توسط رستم و رستم یک دست، عرضم به حضورتون اهمیت رخش برای رستم و دزدیده شدن آن. این داستان ها رو می توان به دو بخش تقسیم کرد. بخشی از این داستان ها شامل ترجمه ها، نظیر گویه ها و تقلیدی است که تقریبا از شاهنامه فردوسی صورت گرفته و بخش دیگر متونی هستند که با شاهنامه فردوسی در اسامی برخی شاهان، پهلوانان مانند فریدون، کیکاووس، کیخسرو، رستم، سهراب، فرامرز، اسفندیار، گیو و غیره همانند است. خب نسخه های شاهنامه کردی، نسخه هایی که در دست هستند، اکنون به صورت بیشتر دستنویس در جزوات گوناگون در دسترس مردم جنوب استان کردستان در شمال کرمانشاه قرار دارند که مشهورترین این جزوات شاهنامه عبارتند از رزمنامه زردنگ و رستم، هفت لشکر، اعظم به حضورتون رستم و زوراب، رستم و اسفندیار، رزمنامه یاقوت پوش، جواهر پوش، لعل پوش، جنگنامه رستم با رستم یک دست، مرجانه جادو، هفت خانه جهانبخش، هفت رزم و رزمنامه کیخسرو، افراسیاب، کنیزک و یازده رزم و در آخر خسرو خرامان. اما خانم کریمی، اساتید محترم، اندیشمندانی داریم در حوزه زبان و ادبیات فارسی و کردی، مانند دکتر کزازی، پروفسور کزازی، بر این باورن که آبشخور برخی از شاهنامه های کردی به روزگاران ایران باستان برمیگرده و پیش از شاهنامه فردوسی در ایران زمین اینا بوده، پدید آمده اون زمان. این استاد ارجمند خب اعتقاد دارن که خواستگاه حماسه های کردی که پرشمار نیست هستند دو آبشخور شاهنامه سرهنگ الماس خان کندولهی و پاره شاهنامه های دیگر که به چاپ نرسیده و ناشناخته ماندند میداند. داستان الماس خان خب ماجرای تراژدیک دارد. من خیلی کوتاه من اشاره میکنم به این. الماس خان کندولهی از سرداران سپاه نادرشاه بود، فرماندهی تیپ سنندج که الان مرکز استان کردستان هستند بردوش داشته. الماس خان در یکی از جنگ های نادر با هندوان هندوستان شکست میخوره از دشمن و عرضم به حضورتون سپاهش عقب نشینی میکنه. وقتی که برمیگرده نادر خشمگین میشه از کار الماس خان، از برگشتن از عقب نشینیش. خب دستور اخراجشونو میده، مجازات میکنه به صورت حالا بگیم قطع و نسل کردن این سردار رشید و بعد از این رویداد سردار الماس خان به وطنش به کندوله باز میگرده و اینجوری که نوشتن و مردم این خطه میگن به باغداری و تصنیف شاهنامه کردی و تنبور نوازی روزگار رو میگذرونه. به گفته مردم این دیار چون شاهنامه رو جناب الماس خان به اتمام میرسانه،
نادرشاه کسی رو در پی او میفرسته تا او رو با خلعت و دینار به دربار بازگردانند. اما چون پیک نادر به مرز کندوله میرسه، مردم پیکر بی جان الماس خان رو در تابوتی چوبین بر دوش به گورستان میبرند. این روایت بازگو کننده اشتراک خب سرنوشت دو مؤلف شاهنامه، الماس خان کندولهی در حوزه ادبیات کردی و فردوسی بزرگ در حوزه ادبیات فارسی. بعد داستان همیشگی بیمهری شاهان به اندیشمندان را بازگو می کنند. هرچند استاد آریانفر فرمودند که به آنچه از تحقیق محققان برمی آید فردوسی هیچ وقت شاهنامه را به پیش محمود نبرده، ولی این بیمهری این پادشاهان به اصل به حوزه زبان و ادبیات، به حالا بگم شاعران بیشتر، کاملا مشخصه. خب برمیگردیم به ادامه نظرات پروفسور کزازی، استاد کزازی در رابطه با شاهنامه‌های کردی و ایشون که خود از اساتید بسیار برجسته در حوزه زبان و ادبیات فارسی هستند و در تمام حوزه زبان و ادبیات فارسی ایشون مشهور و به نام هستند، میگوید که شاهنامه‌های کردی وجود دارد که از دید ساختار، حالا بگیم درونی، از لحاظ ساختار داستانی، به لحاظ افسانه ها و چهره ها پیوندی با شاهنامه ندارند و حتی گاهی با آن سر ناسازگاری دارند. برای نمونه یکی از پهلوانان در شاهنامه کردی چهره ایست به نام رستم یک دست و ایشون معتقده که از رستم شاهنامه بسیار نیرومندتره. همچنین بر این باوره که پیشینه این حماسه ها در ایران زمین بسیار کهن است و باز می‌گردد به روزگاران باستان، به آن آبشخورهایی که پیش از شاهنامه فردوسی هم آنطور که عرض کردن در ایران پدید آمدند. مانند شاهنامه ابوالمؤید بلخی که با دریخ باید گفت از بین رفته و یا حتی به آبشخورهای کهن و کهن‌تر برمی‌گردد. خب استاد چمن آرا، بهروز چمن آرا، از محققین کردستان هم اعتقاداتی دارند، اینکه ژانر شاهنامه نویسی قبل از فردوسی هم وجود داشته و شاهنامه های کردی صرفا بخشی از روایت آن شبیه به شاهنامه فردوسی است، اما لزوما شبیه بودن به شاهنامه فردوسی یا متفاوت بودن از شاهنامه فردوسی به این معنی نیست که بگوییم متن ما اصیل است یا نه. در واقع معیار ما مجموعه گوناگونی از روایت های حماسی و پهلوانی ایرانی است که خیلی قبل از فردوسی شروع شدند و بعد از فردوسی هم ادامه داشتند. خب اگه قرار است بگوییم شاهنامه کردی اصالت دارد یا نه، باید تماشا کنیم که تا چه اندازه با پروسه تولید، با مدل تولید، با باورمندی های قدیمی عصر خود دوری یا نزدیکی دارد. در واقع شاهنامه کردی و شاهنامه فردوسی هر دو حاصل و نتیجه پروسه های تولیدی متفاوتی هستند. این از گفته های جناب چمن آراست. با این دیدگاه که شاهنامه فردوسی از روایتی حکومتی می آید و شاهنامه کردی از روایتی غیر حکومتی. ایشان می گویند بنده در تحقیقات خودم به این نتیجه رسیدم که شاهنامه کردی روایتی اصیل و مستقل بوده و هست. روایت حماسی و پهلوانی ایرانی است که در منطقه زاگرس این اتفاق افتاده و ایشون میگن که من به آن میگویم روایت غربی حماسی و پهلوانی ایران. اطاله کلام نمی کنم. آنچه مشهود است اینه که فردوسی و اثر جهانی استاد طوس نه تنها بر ادبیات کردی، بر فرهنگ و زبان کردی، بلکه بر ده ها فرهنگ و زبان و ادبیات زنده جهان تأثیر شگرفی داشته و این نشان از قدرت زبان، از شیوایی قلم استاد سخن فردوسی طوسی دارد.